فاجعه جان مسافران بیگناه بر اثر شلیک موشکی رژیم به هواپیمای اوکراینی و اعلام عزای عمومی از سوی خانم مریم رجوی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا کانادا اطلاعات موثق دارد هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک موشک رژیم ایران سرنگون شده است بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان شواهدی وجود دارد که هواپیمای اوکراینی توسط موشک رژیم ایران سرنگون شده است. نیویورک تایمز دو موشک از یک سیستم دفاع هوایی اس 15 رژیم ایران هواپیمای مسافر برای اوکراین را سرنگون کرده است. آشکار شدن اطلاعات بیشتر درباره فاجعه تکان دهنده سقوط هواپیمای اوکراین بر فراز تهران و کشته شدن 176 سرنشین بیش از پیش تایید می کند که این هواپیما بر اثر شلیک نیروهای رژیم آخوندی ساقط شده است. به خاطر جان باختن مسافران بیگناه در شلیک رژیم به هواپیمای اوکراینی، خانم مریم رجوی روز جمعه را ازای عمومی اعلام کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد کانادا اطلاعات موثقی دارد که هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک یک موشک ایران سرنگون شده است. نیویورک تایمز نوشت جاستین ترودو گفت با استناد به گزارش های اطلاعاتی و جمعبندی مقام های آمریکایی یک موشک زمین به هوای رژیم ایران جت مسافربری اوکراین را سرنگون کرده و تمامی سرنشینان آن را کشته است. این هواپیما حامل 63 کانادایی بود. ترودو خواستار تحقیقات کامل در این زمینه شد. یک مقام آمریکایی گفت دو موشک از یک سیستم دفاع هوایی اس 15 رژیم ایران شلیک شده که جت مسافربری را سرنگون کرده است. نیویورک تایمز به فیلم تأیید شده ای دست یافته که لحظاتی پیش از آنکه هواپیمای اوکراینی در ایران مورد اصابت قرار را نشان می‌دهد. بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان طی بیانیه ای اعلام کرد مجموعه ای از شواهد نشان می دهد هواپیمای اوکراینی که در ایران سقوط کرده توسط موشک زمین به هوای رژیم ایران سرنگون شده است. دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان نیز خواستار تحقیقات روشن در مورد دلایل سقوط هواپیمای اوکراینی شد و گفت خانواده های قربانیان حق دارند واقعیت را بدانند. رئیس جمهور آمریکا نیز در پاسخ به سؤالی در مورد سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری و آزاد نکردن جعبه سیاه توسط رژیم آخوندی گفت در نقطه آنها جعبه سیاه را آزاد خواهند کرد فکر می کنم به بوینگ باید آن را بدهند ولی اگر به فرانسه یا به کشور دیگری هم بدهند خوب است فکر می کنم آن را آزاد خواهند کرد و من این احساس را دارم که چیز وحشتناکی اتفاق افتاده که ویران کننده بوده است هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از رژیم آخوندی خواست درباره سقوط هواپیما پنهانکاری نکند. شارل میشل رئیس شورای اروپا ضمن همدردی با بازماندگان سانحه از درخواست رؤسای دولت اوکراین، کانادا و انگلستان برای تحقیق درباره علت سقوط هواپیمای اوکراین در تهران حمایت کرد. سناتور تد کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا گفت هواپیمای اوکراینی توسط رژیم ایران ساقط شد و غیر نظامیانی که بر اثر سقوط آن هواپیما جان خود را از دست دادند قربانی بیکفایتی حکومتی شده اند که حامی نخست تروریست در جهان است. سناتور مارکو روبیو عضو برجسته سنای آمریکا تاکید کرد رژیم ایران نمیتواند حقیقت را درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی پنهان تلویزیون فاکس نیوز گزارش داد یک مقام ارشد آمریکا میگوید اطلاعات جدید تایید میکند موشکی که رژیم ایران به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده و باعث سرنگونی آن شده روسی بوده است این مقام گفت این یک فاجعه است آنها خراب کردند فاکس نیوز خاطر نشان کرد مقام های پنتاگون نیز پیشتر گفته بودند هواپیمای اوکراینی با موشکای روسی اس ای 15 که در زرادخانه رژیم ایران است سرنگون شده است. سیستم پدافندی موشکی ایران احتمالاً به حالت آماده باش درآمد بود تا در برابر پاسخ احتمالی آمریکا به حمله موشکی رژیم ایران به نیروهای آمریکایی در عراق پاسخ دهد. وزیر خارجه اوکراین گفت: آمریکا اطلاعات مهمی در مورد سقوط هواپیمای مسافربری در تهران به اوکراین داده است. بیزنس اینسایدر خبر داد رژیم ایران از بلدوزرها در محل سقوط هواپیمای اوکراین استفاده می کند تا کشف حقیقت در مورد این حادثه را غیر ممکن سازد. خودداری رژیم آخوندی از دادن جعبه سیاه به کمپانی بوئینگ از نظر کارشناسان نیز از همان ابتدا مشکوک بود و انگشت اتهام را متوجه حکومت آخوندی کرده بود.